رئیس مجلس خبرگان رهبری در سخنرانی افتتاحیه 18 اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری نظرات این مجلس را درباره مسائل مهم روز کشور و جهان بیان کرد. انتخابات وزارت کشور مجری انتخابات، شورای نگهبان هم ناظر انتخاباته. نظارت شورای نگهبان هم نظارت استصوابیه، نه نظارت تماشایی. از اول تأسیس شورای نگهبان تا امروز هم همین جور بوده، نظارت استصوابیه و این نظارت به معنای نظارت از لحظه نامنویسی هست تا لحظه اعلام نتیجه. گفته میشه گویا دولت محترم تفسیر متفاوتی از احراز صلاحیت داوطلبان در انتخابات نسبت به تفسیر شورای نگهبان داره. اولا بفهم که اصلا آیا شما این تفاوت تفسیر رو تایید میکنید؟ تا الان دولت تفسیری از قانون ارائه نداده رسما، مثلا شاید در صحبت ها و سخنرانی هایی که میشه اینو تلقی بشه، برداشت شده. بله، تلقی این گونه بشه، هیچ گونه تفسیری از قانون نداده. تفسیر قانون هم در قانون تعیین شده، قانون اساسی با شورای نگهبان تفسیرش و قوانین موضوع هم تفسیرش با مجلس شورای اسلامی است. بنابراین اگر تلقی از به اصطلاح تفسیر قانون یا نوع برداشت خاصی از قانون بشه، این حکمیت مشخصه. این حکمیت اگر در قوانین موضوع باشه باید به مجلس ارائه بدن که مجلس تفسیر کنه، اگر در قانون اساسی هم باشه میشه به شورای نگهبان داد. بنابراین نوع برداشت از قوانین برای افرادی که خبره این کار هستن به نظر من بلا مانع است، اما اونی که تعیین تکلیف میکند در قانون اساسی شورای نگهبان و در قوانین موضوع مجلس باید اون تعیین تکلیف. کسی که باید بگوید صالح هست یا نیست این هیئت های اجرایی هستن. شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست، مجری دولته.